واشنگتن هستیم در عراق الان. فرد قدرتی که شما بهش اشاره کردید شاید بیشتر از 15 سال هست که در جریان هست، اما به گمان من این بیانیه شدید و لحن کاخ سفید رو ما واقعا نمیتونیم در یک خلأ تحلیل و بررسی بکنیم. اگر که شما در چند روز گذشته تنها توجه کرده باشید به در واقع موضع های ایالات متحده بر ضد ایران، بدون شک متوجه خواهید شد که فشارهای سیاسی و روانی و اقتصادی روز به روز بر علیه ایران داره تندتر میشه. همین روز دوشنبه بود که یک دادگاه فدرال در واشنگتن ایران رو محکوم کرد در مداخله در یک اقدام تروریستی در سال 1996 در عربستان سعودی و ایران رو محکوم کرد به پرداخت جریمه 104 میلیون دلار. همین امروز در یک کنفرانس نظامی یکی از بالا رتبه ترین مقام های نظامی ایالات متحده گفت که دنیای عرب باید مشکلات درون خودش رو کنار بذاره برای اتحاد بیشتر علیه ایران، و ایران رو بزرگترین عامل بی‌ثبات کننده منطقه نامید. تمام اینها در کنار موارد دیگه هست که ما در روزها و هفته‌ها و ماه‌های گذشته شاهدشون بودیم که گواه بر این دارن که فشارهای لحنی و زمینی و سیاسی و اقتصادی ایالات متحده داره روز به روز علیه تهران بیشتر و بیشتر میشه، و در این نبرد قدرتی که شما بهش اشاره کردید به نظر میاد که روز به روز موضع تهران دفاعی‌تر میشه. چرا در عراق این داره خودشو به این صورت نشون میده؟ آقا صرفاً فقط به خاطر این تلاش‌ها برای تشکیل دولت ائتلافی که الان یک کلاف سردرگمی شده در عراق، چون نهایتاً به هر حال ایران نزدیکترین همپیمان عراق به حساب میاد در منطقه. ببینید، هیچ مدرکی واقعا در اساس نیست که ما اقداماتی که هفته گذشته یا اخیراً مشاهده کردیم چه در بصره و چه در عراق واقعا ربطی داره به در واقع نزاع سیاسی بین ایالات متحده و ایران. ما نباید فراموش بکنیم که در 6-7 ماه گذشته یا حتی بیشتر عراق درگیر مسائل عدیده‌ای مرتبط به اقتصاد، شرایط زیست محیطی، بحران آب، و از همه مهمتر این جنگ قدرتی که امروز بین دو ائتلاف بسیار قدرتمند در حال صورت گرفتن هست. و من فکر میکنم شاید تا اندازه زیادی ما در واقع آشوب‌هایی رو که در چند روز گذشته مشاهده کردیم چه در بصره و چه در عراق، ناشی از ناکارآمدی دولت فعلی عراق و ناشی از مشکلات عدیده از جمله مشکل در واقع زیست محیطی هست. و در این حال در شرایطی که مردم عراق در یک تنگناه بسیار بزرگی به سر میبرند، بازیگران عمده سیاسی در کشور خودشون رو مثل ایران و ایالات متحده رو به شکلی مقصر این مشکلات عدیده میدونن. اما علارغم موضع رسمی کاخ سفید و جوابی که بهرام قاسمی برای اون داشت، واقعا مدرکی در اساس نیست که دقیقا چه اتفاقی در بصره و بغداد افتاد و چه کسی پشتش بوده. افشین شاهی، متشکرم از صحبت با ما. در چند خبر کوتاه از ایران، قیمت دلار دوباره از مرز 14